اول اینکه ست پوینت کنترل این نوع از آن لودرها بین 0 تا 85 پی اس آی قابل تنظیمه و اختلاف فشار هم بین 0 تا 22 پی اس آی قابل تنظیمه. برای تنظیم نقطه تنظیم یا همون ست پوینتمون، مهره تنظیمی رو ساعتگرد میچرخونیم تا به انتهای مسیر برسیم. در این حالت میزان تنظیممون، ست پوینتمون 85 پی اس آی هستش. پس ما الان 85 پی اس آی نقطه ست پوینتمون داریم. با چرخوندن مهره تنظیم به صورت پاد ساعت کرد میتونیم میزان فشار رو به میزان مورد نظرمون تنظیم بکنیم. هر دور کامل میزان تنظیمی رو 7.5 پی اس آی کاهش میده. پس به صورت تقریبی میتونیم بگیم با 11.5 دور چرخوندن این مهره ما میتونیم به فشار صفر برسیم. پس میتونیم بگیم که با 11.5 دور چرخوندن این مهره به فشار صفر پی اس آی میرسیم. اما اختلاف فشار یا دیفرنشیالمون رو چجوری تنظیم میکنیم؟ این پیچی که شما دارین تو این نقطه میبینین برای تنظیم اختلاف فشاره. پیچ تنظیمی اختلافی رو اگر پاد ساعتگرد بچرخونیم تا به انتهای مسیرش برسه، توی این حالت اختلاف برابر 6 پی اس آیه. اختلاف فشار به وسیله چرخوندن ساعتگرد پیچ تنظیم میشه. هر دور کامل باعث افزایش 1.5 پی اس آی اختلاف فشار میشه. پس به صورت تقریبی 10 دور چرخوندن این پیچ، 10 دور کامل چرخوندن این پیچ باعث افزایش اختلاف فشار تا 22 پی اس آی میشه. پس با این مهره ما ست پوینت رو تنظیم میکنیم و با این پیچ دیفرنشیالمون رو تنظیم میکنیم و بعدش این دارپوش رو بر روی این قسمت نصب میکنیم. واشری که برای آنلودر استفاده میشه همونطوری که میبینید فرمش به این شکل هست که یک تپ هم در این قسمت داره و یک رینگ هم بر روی این پیستون نصب میشه. اما در نوع آنلودرهای بایپس گاز داغ، از نوع برقیش دیگه پروسه از طریق شیربرقی انجام میشه و لود و آنلود شدن از طریق شیربرقی انجام میشه. نوع دیگری از آنلودرها هستند که قطع کن ساکشن یا کات آف ساکشن هستند و کاربرد بیشتری نسبت به آنلودرهای بایپس گاز داغ دارند. اما در آنلودرهای قطع کن ساکشن ما یه والو بادی داریم، فنر داریم و یک پیستون. در این مدل که نوع شیربرقی دار هستش، شیربرقی پیستون رو به سمت بالا میکشه، این والو بادی مسیر ساکشن رو قطع میکنه، پس گاز به قسمت سوپاپ های ساکشن نمیرسه و این آنلودر به این صورت عمل میکنه. اما آنلودرهای فشاری یا به آنلودرهای دستی هم معروف هستن هم رو میشه در این نوع سرسیلندرها به کار برد. زمانی که میخواییم از آنلودرهای فشاری به جای نوع برقی در نوع آنلودر قطع کن ساکشن استفاده بکنیم، باید این پیستون رو جدا بکنیم و بدون این پیستون این شیر رو نصب بکنیم. پس ما یک پیستون داریم که در اینجا الان قرار داره، یک بدنه که در اینجا قرار داره و این پیستون رو نگه داشته. گاز دیسچارج از این پشت این پیستون رو هل میده رو به سمت پایین و مسیر گاز ساکشن باز میمونه. اما زمانی که آنلود انجام میشه دیگه این شیر اجازه نمیده گاز دیسچارج به این قسمت راه پیدا بکنه، پس فشار کاهش پیدا میکنه و این پیستون به سمت بالا حرکت میکنه. پس بدنه هم به سمت بالا حرکت میکنه و
همونطوری که میبینید مسیر رو میبنده و این نوع از آنلودر به این شکل عمل میکنه. توجه بکنید به هیچ عنوان توصیه نمیشه که از این نوع آنلودر، آنلودرهای فشاری در سردخونه ها استفاده بکنید و مجاز به استفاده از این نوع از آنلودرها در سردخونه ها نیستیم. توجه بکنید که واشرهایی که برای این نوع سرسیلندرها به کار میره هر کدوم دارای تفاوتهایی هست و بایستی نوع واشری که درخواست میدید با دقت درخواست بدید که بتونه نیاز شما رو پوشش بده که سرسیلندر شما به چه فرمی هست و دارای چه آنلودری هستش، به این فرم هستش یا به این فرم هست. سطحی صاف داره که هر کدومشون با هم دیگه متفاوته. اما این مدل هایی که بررسی کردیم کمپرسورهای 06 ای بودن، اما دو کمپرسورهای 06 دی هم وضع به همین ترتیب هست. آنلودرهایی داریم که نوع قطع‌کن ساکشن هستن، در انتها در پوش در بالا شیر قرار داره. همونطوری که میبینید در این نوع از آنلودر، آنلودر قطع‌کن ساکشن هستش که از نوع شیر دستی داره استفاده میکنه یا شیر فشاری. همونطوری که میبینید پیستون باز شده و در این قسمت قرار داره. پیستون آنلودر فشاری باز شده و این پیستون تو مدل 06 دیش توی این قسمت قرار داره به این فرم. پس بایستی به این نکته ها دقت بکنید در هنگام نصب آنلودر و استفاده از آنلودرها یا در این نوع از آنلودر. آنلودر نوع بایپس هست که یک خط صاف داره در کمپرسورهای 06 دی و از پیستون استفاده کرده در آنلودر فشاری. والو پلیت هایی که درای این نوع از آنلودر ها استفاده میشن با والو پلیت های عادی داره تفاوت هایی هستن و هر کدومشون داره کاربورد هایی هستن. همینطور واشر ها داره گوناگونی زیادی هستن و همینطور سوپاپ ها. هر کدوم از سوپاپ ها داره مفهوم خاصی هستن و به ما کاربورد خاصی رو نشون میدن که تمام این موارد رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد.